دوستان عزیز، این وبسایت مؤسسه آقای خویی هست، مؤسسه الخویی الاسلامیه، و این بحث کتاب تنقیح ایشان است، کتاب تنقیح. در این کتاب تنقیح مرحوم آقای خویی، در اینجا دوستان عزیز، ربما بلی اذا كان العامل بالتقية ممن يترتب على حياته ترويج الحق بعد الاندراس وانجاء المؤمنين من المحن بعد الابتلاء ونحو ذلك، ولكنه امر اخر. والتقية بما هي التقية متصفة بالحرمة في تلك الصورة كما عرفت، ولعله من هنا بلي خدمت شما به عرض برسانم. وربما این جانبش، وربما كان اذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية اشد واعظم من المفسدة المترتبة على تركها، او كانت المصلحة في ترك التقية اعظم من المصلحة المترتبة على فعلها، كما اذا علم میگوید در صورتی که مفسده مترتب بر فعل تقیه بزرگتر باشد، شما تقیه را مراعات بکنید ضرر داره، خود تقیه ضرر داره، یا اینکه تقیه را تقیه نکردن فایده دارد. در همچین صورتی که شما یک تقیه اگر کردید، تقیه ضررش بزرگتر از تقیه نکردن، و یا اینکه تقیه نکردن فایده دارد. خب در کدام صورت؟ كما ما میگوید كما اذا علم بانه ان عمل بالتقيه ترتب عليه اذم احلال الحق واندراس الدين الحنيف وظهور الباطل والترويج الجبت والطاغوت. میگوید اگر اینطوری که انسان به این نتیجه برسد که اگر تقیه عمل بتقیه بکند، حق از بین میرود، مردم گمراه میشوند، اندراس الدين الحنيف، دین حنیف متروک می شود، فرسوده می شود، و باطل ظاهر می شود و پیروز می شود، و جبت و طاغوت که اشاره باشد از ائمه زلالت، ترویج آنها صورت می پذیرد. و اذا ترک التقیه ترتب عليه قتله فقط او قتله مع جماعت آخرین. و اما اگر تقیه را ترک بکند، او بله قتل خودش کشته می شود، یا با یک جماعت دیگر با او یک جا با هم کشته می شود. لا اشکال حین اذن، مرحوم آقای خویی می فرماید، لا اشکال حین اذن فی ان الواجب ترک العمل بالتقیه و توطین النفس للقتل. در این صورت هیچ شکی نیست که اینجا تقیه کردن حرامه و واجبه که تقیه را ترک بکند و تقیه را مراعات نکند و آماده کشته شدن می شود. بله، لأن المفسدة الناشئة عن التقية أعظم وأشد من المفسدة قتله. بخاطر إنك تقية ومراعاة بكونت، تقية يك مفسدة دارد كي إن مفسدة بزرگتر هست از مفسدة ترك تقية. تقية را ترك بكونت كشته مي شود، تقية را ترك بكونت كشته مي شود، تقية را مراعاة بكونت مردم بيدين مي شود. خب كنامش أعظم هست مفسدهش. سلام.